سلام بر شما به خبر 609 و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 31 حمل سال 1403 خورشیدی است. سرخط خبرها: زندانی بودن 11000 مهاجر افغان در ایران و پاکستان. همزمان مهاجران افغان در این دو کشور از حکومت سرپرست میخواهند تا به چالش‌هایشان رسیدگی کنند. اوس مهال د 11000 په شاوخوا کې افغانان اوس هم چې د مختلفو جرمونو له امله نیول شوي دي په دغه هیوادونو کې په زندانونو کې دي. خواستها برای کمک به بیماران سوء تغذیه در کشور. وزارت صحت میگوید در ۳ ماه اخیر به بیش از ۳۰۰ هزار کودک و مادر سوء تغذیه خدمات ارائه کرده. دمرانه لرزش راپورت پسرای ولار گایر تراخ لا وایل تو غلطه واخو نفقته واخو دمشه نسش رواخو لبدی ورز دغلط رسیدلی. خواسته سیلاب زدگان به کمک‌های بشری. همزمان اداره هواشناسی از بارش باران و سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در هفته پیش رو در برخی از ولایت‌های کشور هشدار داده. چالونه رسول کورونه یوړو دغه تا وری درش کورونه مې انسانان زده استل مرګر تل لسوي دا حکومت که موږ سره یو مرسته وکړي شی وکړو یا کړه و نه کړل. تکمیل شدن 99% کار بازسازی بند کمال خان و واکنش ها به ادامه تنش ها میان ایران و اسرائیل. اتحادیه اروپا، روسیه، چین، بریتانیا، ژاپن و چندین کشور دیگر از احتمال گسترش درگیری ها در خاورمیانه نگرانی کردند. من شمس امانی هستم. وقت شما بخیر. وزارت مهاجران و عودت کنندگان میگوید 11000 مهاجر افغان در زندانهای ایران و پاکستان به سر میبرند. به گفته سخنگوی این وزارت در یک سال پسین 12000 زندانی از پاکستان و ایران آزاد و دوباره به کشور برگشتهاند. همزمان شماری از مهاجران افغان در این دو کشور خواهان رسیدگی حکومت سرپرست به چالش‌هایشان هستند. شماری از مهاجران افغان که در ایران و پاکستان بود و باش می کنند از چالش‌های فراراهشان در این دو کشور شکایت دارند. برخی از این مهاجران از حکومت سرپرست می خواهند تا از بهر حل چالش‌هایشان به گونه جدی اقدام کند. ما چند روز پیش خود ما در محله جنوب تهران شاهد بودیم، بس‌هایی را تنظیم کرده بودند به خاطر اخراج مهاجرین که ده‌ها تن را با این بس‌های شهری انتقال دادن به اردوگاه‌ها. متاسفانه وضعیت مهاجرین افغانستان در پاکستان بسیار وخیم و نگران کننده است. یک افغانستانی در پاکستان از کوچکترین سهولت شهروندی برخوردار نیست. در این میان وزارت مهاجران و عودت کنندگان از رهایی بیش از 12000 مهاجر افغان از زندانهای پاکستان و ایران در یک سال پسین خبر می دهد. سخنگوی این وزارت می گوید که در حال حاضر 11000 مهاجر افغان در پاکستان و ایران به اتهام جرمهای گوناگون در زندانهای این کشورها به سر می برند. تیر یو کال کې تقریبا 12000 کسان د پاکستان او ایران هیوادونو له زندانونو څخه آزاد شوي دي. اوس مهال د 11000 په شاوخوا کې افغانان اوس هم چې د مختلفو جرمونو له امله نیول شوي دي په دغه هیوادونو کې په زندانونو کې دي. د افغانستان اسلامي امارات او په ځانګړي ډول د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت هڅه کوي چې دغه زندانیان هم را آزاد کړي. در سوی دیگر برخی از فعالان عرصه حقوق مهاجران میگویند که امارت اسلامی باید با استناد به کنوانسیون های بین المللی حکومت های پاکستان و ایران را متقاعد بسازد تا دست از آزار اذیت و بازداشت مهاجران افغان بردارند. حاکمیت کنونی و مسئولان در افغانستان با استناد به مفادات کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون ژنو دو دولت ایران و پاکستان را متقاعد بکنه که دست از آزار و اذیت مهاجران و مهمتر از همه دست از مجازات و زندانی نمودن آنان بردارند. پیش از این کنسولگری امارت اسلامی در کراچی پاکستان آمار داده بود که در 2 سال پسین بیش از 4000 افغان را از زندانهای پاکستان آزاد کردند. بنیاد معارف ترکیه میخواهد مرکزهای آموزشیش در افغانستان را توسعه بخشد. یک عضو این نهاد که از انقره به کابل آمده به طلوع نیوز میگوید تلاش میشود تا در بخش فراهمسازی آموزش برای شهروندان افغانستان بیشتر کار کنند. او تاکید می‌ورزد که قرار است در آینده‌های نزدیک در چندین ولایت دوردست افغانستان مکتب‌های افغان ترک را بازگشایی کنند. نوید صمدی گزارش می‌دهد. نوزاد شمشک عضو هیئت بنیاد معارف ترکیه است. او که به کابل آمده است به طلوع نیوز میگوید بنیاد آنان تلاش دارد تا فعالیت آموزشیشان را در افغانستان گسترش دهد. نوزاد شمشک می‌افزاید بیشتر فعالیت‌های آنان در کشورهای اسلامی است و تمرکز آنان روی فراهمسازی زمینه آموزش میباشد و تاکید دارد که در آینده نزدیک در چند ولایت دوردست افغانستان نیز مکتب‌ها و مرکزهای آموزشی را بازگشایی خواهند کرد. در حال حاضر ما در 8 ولایت افغانستان فعالیت داریم. برنامه هایی که بنیاد معارف افغانستان برای ما میفرستد تلاش میکنیم نظر به آن فعالیت خود را گسترش بدهیم. در حال حاضر نمیخواهم نام ولایت را یاد کنم، اما در چند ولایت میخواهیم مکتب های خود را افزایش بدهیم. او می‌افزاید که هدف آنان از فعالیت بنیادشان فراهمسازی آموزش های نوین در جامعه افغانستان است. هدف ما این است که یک انسان خوب در جامعه تربیت کنیم و کودکان را از آغاز قسم تربیت کنیم که با فناوری‌های قرن موجود بلدیت داشته باشند و با استفاده از آن برای جامعه خود افتخار آفرینی کند. از سوی هم برخی از آموزگاران می‌گویند که ترکیه می‌تواند همکار خوب در بخش آموزش با افغانستان باشد. فعالیت‌های مکاتب افغان‌ترک تقدیر می‌کنیم و ازشان خواهان هستیم که تا به کیفیت خود بسیار بیاندیشند، نظر به کیفیت بسیار درست داشته باشند و کادرهایی را به افغانستان تقدیم بکنند که ما از اونها استفاده کرده بتوانیم. اگر کشور ترکیه بخواهد در اینجا در نظام آموزشی سرمایه گذاری کنه یا حداقل بستر فراهم بسازد، طبیعی است که میتونه به نفع کشور باشد. بر بنیاد اطلاعات هیئت بنیاد معارف ترکیه، افغانستان در رده دومین کشور از میان 52 کشور جهان قرار دارد که بنیاد معارف در آن فعالیت‌های آموزشی بیشتر دارند. در 3 ماه نخست سال روان میلادی برای بیش از 210,000 کودک و 100,000 مادر مبتلا به بیماری سوء تغذیه خدمات ارائه شده. وزارت صحت عامه از نهادهای مددرسان در بخش بهداشت میخواهد تا از بهر ارائه خدمات بیشتر به بیماران سوء تغذیه با این وزارت همکاری کنند. بیش از 6 ماه از عمرش را سپری کرده و از بهر درمان او را از پکتیا به کابل آورده‌اند. مادرش میگوید اوضاع اقتصادی چندان خوبی ندارند و از بهر تغذیه نامناسب ابوبکر به سوی تغذیه مبتلا شده است. شفاخانه طفل اندراگاندی یکی از شفاخانه هایی است که همواره خانواده ها از بهر درمان بیماری های گوناگون به ویژه سوء تغذیه کودکانشان را به این شفاخانه می آورند. مسئول بخش داخلی این شفاخانه میگوید که از چند سال به این سو تمامی بسترهای بخش سوء تغذیه این شفاخانه پر از این بیماران بوده است. اکثرا بسترهای ما مصروف است. گاهی تا میشه که نظر به مریض لود مریض زیادتر میشه، حتی در یک بستر میشه 2 مریض پرتی. پرسش این است که آیا بیماری سوء تغذیه تنها به عدم دسترسی غذای نامناسب ربط دارد یا عوامل دیگری نیز سبب مبتلا شدن کودکان به این بیماری می شود؟ اول سطح آگاهی مادرها بلند بره، اقتصاد مردم خوب شود و مردم بر مردم آموزش داده شود که طفل خود چگونه تغذیه بکنند، کدام غذا بر طفل مفید است و سوء تغذیه زمان واقع میشه که مردم آگاهی کامل از غذا نداشته باشند. در همین حال وزارت صحت عامه میگوید که در 3 ماه نخست سال روان میلادی برای بیش از 210,000 کودک و 100,000 مادران مبتلا به بیماری سوء تغذیه خدمات ارائه شده است. سخنگوی این وزارت همچنان از نهادهای مددرسان بهداشتی میخواهد تا از بهر ارائه خدمات بیشتر به بیماران سوء تغذیه با این وزارت همکاری کنند. د 2004 کال لپیل څخه تر اوسه پورې موږ په ټول هیواد کې د 2,10,000 په شاوخوا کې هغه ماشومان چې په متوسطه سوء تغذیه باندې اخته دي هغوی ته مروغتي خدمات وړاندې کړي دي. البته د 1,40,000 په شاوخوا کې هغه میندې چې په سوء تغذیه باندې اخته دي هغوی لپاره هم خدمات وړاندې شوي دي. په عموم کې د 1,60,000 په شاوخوا کې شدید سوء تغذیه ماشومان او میندو ته خدمات وړاندې شوي. البته په دغه کې داخلي بستر او خارجي بستر دواړه شامل دي. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت آمد در سال 2023 میلادی برای 1.5 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه متوسط و 1 میلیون مادران مبتلا به این بیماری در سراسر کشور خدمات درمانی ارائه شده است. برخی از آسیب دیدگان سیلاب‌های پسین در کشور از امارت اسلامی می‌خواهند تا با آنان کمک و همکاری کنند. آنان می‌گویند که باران‌ها و جاری شدن سیلاب‌ها دار و ندارشان را از آنان گرفته و نیاز به کمک‌های جدی دارند. از سوی هم اداره هواشناسی از بارش باران و سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در هفته پیشرو در برخی از ولایت‌های کشور هشدار داده. همزمان با فرا رسیدن فصل بهار، ریزش باران و سرازیر شدن سیلاب‌ها در بیشتر ولایت‌های کشور زیان‌های جانی و مالی را برای شهروندان کشور به جا گذاشته است. برخی از شهروندان کشور می‌گویند که سیلاب‌های مدهش پسین دار و ندارشان را از بین برده و نیاز جدی به کمک دارند. ورودونه ورور راسمزه که ګر ورو دغه بیچارهګانو کې کش خواري او کرونده هغه وبولانی کړه. پات سول ورور دغه سرایو بدنی وروره ګرد برانو به وړل بارا وینړولې ټالونه راسوړ کورونه یوړل غوای تا وری درشه کورونه مې انسانان زله سیل نورګر تلل سوي دا حکومت که موږ سره یو مرسته وکړي شی وکړو و نه کړل نو به ربا موږ سره سری وګرد پر دغه دیولو باندې لګیاوی دا دیولونه به جوړو. وزارت دولت برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی نیز میگوید در نتیجه سیلاب‌های پسین در کشور نزدیک به 96,000 جریب زمین کشاورزی نیز تخریب شده است. همزمان با این اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت هوانوردی کشور نیز از ریزش باران و جاری شدن سیل‌ها همراه با رعد برق و طوفان در برخی از ولایت‌های کشور در هفته پیشرو نیز خبر می‌دهد. در طول افغانستان که 15000 تجربه زمکی هم زراعتی تخریب شوی دی. در کندهار په مختلفو ولسوالیو کې ګڼ شمېر زراعتي ځمکه له منځه ختللې ده او ترڅنګ په ځینو ولسوالیو کې څاروي هم له منځه ختللې دي. از سوی هم جمعیت هلال احمر افغانی میگوید که برای بیشتر خانواده‌های آسیب دیده کمک‌های اولیه را انتقال داده و این روند همچنان از سوی آنان ادامه دارد. زیانمنو هیوادوالو چې د سیلاب له امله نقصانات ورته رسیدلی وي په فزیکي ډول د هغوی مرسته وکړي او همداراز تر خپلې وسې پورې د هغوی سره لومړنۍ مرستې ترسره کړي نو دا چې دغه سیلابونه ورښتونه جریان لري. این در حال است که وزارت رسیدگی برای رویدادهای طبیعی کشور روز گذشته آمار داده بود که در نتیجه سیلاب‌های پسین در کشور نزدیک به 70 تن جان باخته و صدها منزل مسکونی نیز به گونه قسمی و کلی تخریب شدند. به ادامه خبر 6 خوش آمدید. کار بازسازی بند کمال خان 99% تکمیل شده. به گفته وزارت انرژی و آب این بند ظرفیت تولید 6 مگاوات برق و ظرفیت آبیاری بیش از 174 هکتار زمین کشاورزی را دارد است. با این حال برخی از آگاهان مدیریت آب ساخت و ساز بندهای آبگردان بزرگ و کوچک را در نقاط مختلف کشور مهم می‌دانند. وزارت انرژی و آب میگوید که ساخت و ساز بند کمال خان به مرحله نهایی رسیده و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. سخنگوی این وزارت به طلوع نیوز می‌افزاید که این بند ظرفیت 52 میلیون متر مکعب آب را دارا است. د کمال خان بند پروژه چې په نیمروز ولایت کې موقعیت لري، د اوبو او انرژۍ وزارت له مهمو پروژو څخه یوه پروژه ده چې 99 سلنه کارونه یې پر مخ تللي دي. ساختمانی چارې بشپړې شوې دي. نوموړې پروژه 6 مگاواته برېښنا تولیدوي. در همین حال اتاق زراعت و مالداری ایجاد بندهای آبی را در زمینه آبیاری زمینهای کشاورزی، افزایش فرآورده‌های زراعتی و جلوگیری از خشکسالی در کشور اثرگذار می‌داند و تاکید می‌ورزد با مدیریت آبهای کشور افغانستان را از کشور وارد کننده به یک کشور صادر کننده مبدل خواهد ساخت. بند کمال خان هم یک دستاورد بسیار خوبی است و در پالوش کانال خوشتپه بند شاواروز انشالله به امیدوار هستیم. بالخصوص به حکومت پیشنهاد میکنیم هزار مسیر هزار رایی که میشه به هر تفاهمی که میرسن باید تا به کنر هم میار شود، بند کنر هم ایجاد شود به هر سرمایه که میشه، چرا که آب افغانستان ارزشش بیشتر است و افغانستان کشور زراعتی است. از سوی هم برخی از آگاهان با اشاره به اهمیت ساخت و ساز بندهای آبگردان در کشور بر سرمایه گذاری های بیشتر روی ساخت بندها و مدیریت آبهای کشور تاکید می کنند. اعمار بندها واضح است که بسیار مهم است، نه تنها که از نظر تولید انرژی، بلکه این بندها شما را از خطر خشکسالی ها و از خطر سیلاب ها هم نجات میده. این در حالی است که وزارت انرژی و آب برای مهار هدر رفتن آبهای کشور و ذخیره سازی آبها در بندها و چکدمها از عملی سازی بیش از 300 پروژه در سال روان خورشیدی سخن زده است. از همراهی شما سپاسگزارم. اینجا رسیدیم به پایان خبر 6. تا دقایق دیگر در فراخبر برمیگردیم.